مرکز حقوق بشر آدم نشستی را با عنوان آزادی سفر، مشروعیت، موانع و محدودیت ها برگزار کرد. نشست ماهیانه مرکز حقوق بشر آدم برای بررسی مصوبه دولت آمریکا مبنی بر منع سفر برای اطباع شش کشور جهان به این کشور در سالن اجتماعات دوستی و شکوفایی شهر مقدس کربلا برگزار کرد. این جلسه که با حضور نخبگانی از مدیران و شخصیت های علمی همراه بود با سخنان دکتر علا الحسینی استاد رشته حقوق در دانشگاه کربلای معلا آغاز شد و طی سخنانی در این جلسه گفت اعتراضات به مصوبه جدید آمریکا به این دلیل است که مقوله آزادی سفر ساده ترین و ابتدایی ترین حقی است که آمریکا و دیگر اعضای سازمان ملل متحد آن را اند و حتی در ماده ششم قانون اساسی ایالات متحده که در سال 1787 میلادی تصویب شده بر این موضوع تاکید شده است این استاد حقوق افزود قانون اساسی و معاهداتی که ایالات متحده آمریکا امضا کرده و در آینده امضا خواهد کرد به عنوان عالی ترین قوانین این کشور شناخته می شوند و این کشور بسیاری از معاهدات و قراردادهای مرتبط با حقوق بشر مخصوصا حقوق کودکان را در سال 1989 میلادی به تصویب رسانده است. دکتر علا الحسینی در ادامه سخنان خود ریشه این تصمیم دولت آمریکا را مقاصد سیاسی دانست و افزود آیا آمریکا به این مقوله توجه ندارد که در میان این پناهجویان و پناهندگان کودکانی هستند که به های پزشکی نیاز دارند و پیوستن به خانواده ها و نزدیکانشان از نیازهای اساسی آنهاست وی بخشی از سخنانش را به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر وجود تروریسم در برخی از این کشورها اختصاص داد و در این زمینه گفت خاستگاه های تروریسم برای همگان آشکار است و ملت هایی که دولت آمریکا ورود آنها را ممنوع کرده از منابع تروریسم نیستند. شاین ذکر است دولت جدید آمریکا در نخستین اقدامات خود مصوبه ای را به اجرا در آورد که طبق آن اجازه سفر به ایالات متحده آمریکا برای اتباع هفت کشور از جمله کشور عراق ممنوع اعلام شد که پس از مدتی کشور عراق از این لیست حذف گردید. این مصوبه در همان روزهای نخست با مخالفت شدید سایر مقامات دولتی و بخشهای اداری و همچنین شهروندان این کشور مواجه شد و این اعتراضات همچنان ادامه دارد